در ازبکستان اختیار عبدالویف از مقام رئیس خدمات امنیت ملی برکنور شد. عبدالویف در این وظیفه کم بیشتر از یک سال کار کرد. قبل از برنامه من با همکارم سروجین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست من از او پرسیدم هفته گذشته کدوی پرزیدنت معاون اول خدمات امنیت تعیین شد و امروز رئیس خدمات را عوض کردند. یعنی میتوان گفت که شوکت میرزیویف از امنیتش نگران است؟ بله شهلا، به نظر من شوکت میرزیایف از احوال خدمات امنیتی از کارهای آنها اونقدر ممنون نیست و نگرانی ها خیلی زیاد است. خبرهایی که اطلاعی که ما داریم در دست داریم علیه نزدیکان اختیار عبداللهیف از جمله معاون اولش، مشاورش و یک چند نفر دیگر بلند رتبه پرونده جنایی باز شده است و امروز نیست این تفتیشات ادامه دارد. گویا گفته می شود که اینا متهم شدند در فساد اداره. این نشان می دهد که تمام اصلاحاتی که شوکت میرزیایف به پیش می برد یعنی بسیار عادی و ساده لفانه، یعنی عادی نمی گذارد. البته شوکت میرزیایف نگران هست و از کار خدمات امنیتی آنقدر خوشنودم نیست. به نظر من بعضی ها از اصلاحات شوکت میرزیایف آنقدر ممنون نیستند. سوال بعدی من از سروجین اسلام در برای شخصیت عبدالسلام عزیزوف بود که اکنون رئیس نوی خدمات امنیتی ملی ازبکستان است. عبدالسلام عزیزوف یکی از شخصهایی هست که به شوکت میرزیایف خیلی نزدیک می باشد. وقتی که شوکت میرزیایف رئیس ولایت جیزخ بود، عبدالسلام عزیزوف رئیس پلیس همان ولایت بود. وقتی که شوکت میرزیایف پرزیدنت انتخاب شد، او را نیز با خود آورد و کار اولی کرد سال 1917 رئیس وزیر امور داخله تعیین کرد. دیر نگذشته او را به رئیسی به وزیری وزارت دفاع گذراند و امروز میبینیم که در دو سال آخر عبدالسلام عزیزوف منصب سیمش را میگیرد که این دفعه او به امنیت کشور، به خدمات امنیتی کشور رئیسی میکند. این نشان داد آن است که شوکت میرزیایف به این شخص باور میکند و میخواهد از تمام امنیت کشور را، امنیت خودش را از طریق او تامین کند. با سپاس از سروجین اسلام که با ما صحبت داشت.